مدیریت مسجد اعظم کوفه طرحی یک پارچه برای افزایش سطح خدمات به زائران و احداث چند صحن برای این مسجد راه اندازی کرد. زرغام محی‌الدین رئیس بخش مهندسی مدیریت مسجد بزرگ کوفه گفت این طرح یک برنامه 10 ساله است که از چند محور تشکیل شده است. وی در ادامه افزود در نخستین محور این طرح توسعه قرار است صحن حضرت ابوطالب علیه السلام در جنوب، صحن مسلم ابن عقیل علیه السلام و همچنین صحن دیگر در شمال مسجد کوفه تحت عنوان صحن امام جواد علیه السلام به مساحت حدود 8000 متر مربع، علاوه بر صحن مسقف امام حسن علیه السلام و یک دارالضیافه احداث شود. لازم به ذکر است محور دوم تملک زمین واقع میان مسجد کوفه و مرقد میثم تمار برای احداث پروژه های خدماتی و استقبال زائران و محل استراحت آنهاست. زرغام محی‌الدین به محورهای دیگر از جمله نصب یک یادبود از شخصیت مسلم ابن عقیل علیه السلام اشاره کرد. وی ضمن اشاره به همکاری با شهرداری کوفه برای نظافت روزانه اطراف مسجد، از هماهنگی با اداره برق کوفه برای تأمین برق خیابان تاریخی پشت مسجد خبر داد. و خبری از شهر مقدس کربلا، حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام اعلام کرد که به مراحل پایانی ساخت درب امام محمد جواد علیه السلام و بازسازی آن در حرم ابوالفضل عباس علیه السلام رسیده است. در همین راستا مصطفی آل زیادین مدیر حرم حضرت عباس علیه السلام اظهار داشت ما به مراحل پایانی در تکمیل بازسازی درب امام محمد جواد علیه السلام و نوسازی آن در صحن حرم حضرت عباس علیه السلام رسیده ایم. وی در ادامه افزود اداره پروژه های مهندسی حرم مطهر برای ساخت و بازسازی این درب که یکی از 9 درب برای رسیدن به حرم مطهر است، از معماری اسلامی که توسط پرسنل عراقی استفاده کرده است. گفتنی است 6 درب تکمیل شده و 3 درب دیگر نیز در مراحل پایانی قرار دارند و طی روزهای آینده افتتاح خواهند شد. سازمان حسین کیست در کشمیر هند اقدام به توزیع بسته‌های غذایی پرداخت. سازمان حسین کیست با هدف آگاهی بخشی درباره امام حسین علیه السلام و میراث به جا مانده از ایشان با انجام کارهای انسان دوستانه، از اهدای خون گرفته تا فراهم کردن پناهگاه و توزیع بسته‌های غذایی برای افراد نیازمند فعالیت می‌کند. شعبه هند سازمان حسین کیست امسال هم با تشویق و همراه کردن مردم اقدام به تهیه و بسته‌بندی 200 پرس غذا در کشمیر هند نمود و آنها را بین نیازمندان این منطقه توزیع کرد. خبری از مسلمانان روهینگیا، شواهدی مبنی بر مقصر بودن ارتش آراکان در آتش سوزی گسترده خانه های مسلمان روهینگیا در شهرک بودیداوانگ در غرب میانمار وجود دارد و این چالشی جدی برای مخالفان ضد حکومت نظامی است. پس از به آتش کشیدن 400 خانه از مسلمانان روهینگیایی در سالهای بین 2017 تا 2018، اکنون نشانه هایی وجود دارد که خود ارتش آراکان که مؤثرترین ارتش شورشی است که با حکومت نظامی می جنگد در این آتش سوزی نقش داشته است. البته این احتمال وجود دارد که برخی از آتش ها توسط ارتش نظامی در حال عقب نشینی که در یک کارزار نسل کشی علیه روهینگیا به راه انداخته بود باشد. لازم به ذکر است علی‌رغم مقصر بودن خود ارتش آراکان در پاکسازی قومی، آنها سعی می کنند خود را مدافع جامعه روهینگیا معرفی کنند. گفتنی است پس از کودتای نظامی در فوریه 2021، ارتش آراکان بیانیه بسیار مهم در حمایت از موضع حکومت و وحدت ملی مبنی بر اینکه
روهینگیا یک اقلیت تحت تعقیب هستند و حق شهروندی کامل دارند صادر کرد و اظهار داشتند 1 میلیون پناهنده در بنگلادش باید به کشور بازگردانده شوند. گروه امدادرسانی میگوید بیمارستان اصلی الفاشر سودان پس از حمله نیروهای پشتیبانی سریع RSF بسته شد. نیروهای امدادرسان به خبرگزاری رویترز گفتند بیمارستان اصلی در شهر الفاشر سودان توسط نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی مورد حمله قرار گرفته و از خدمت خارج شده است. گفتنی است الفاشر در منطقه دارفور در شمال غربی سودان قرار دارد و بیش از 1,800,000 نفر در این شهر ساکن هستند و بسیاری از آنها آواره شدند. سازمان ملل اعلام کرده است که حدود 130,000 نفر در نتیجه جنگ در ماه‌های آوریل و می خانه‌های خود را در الفاشر ترک کردند. از سوی دیگر بنابر گفته پزشکان بدون مرز، بیمارستان جنوبی تنها بیمارستان در الفاشر بود که میتوانست حوادث روزانه تلفات گسترده را مدیریت کند. گفتنی است میشل لاچاریت رئیس اورژانس پزشکان بدون مرز در این رابطه گفت این افتضاح است که نیروهای پشتیبانی سریع در داخل بیمارستان آتش گشودند. کارکنان و بیماران هفته ها از همه طرف حملات به این مرکز را تحمل کردند، اما شلیک در داخل یک بیمارستان از مرز انسانیت عبور می کند. و خبر دیگری از آفریقا، پس از حمله مردان مسلح به روستاهای شمال بورکینافاسو تعداد زیادی از کودکان در این مناطق آسیب دیدند. در غرب این کشور به دلیل خشونت فزاینده بین افرادگرایان اسلامی و نیروهای امنیتی نزدیک به 2 میلیون نفر آواره شدند. گفتنی است حدود 60% از آوارگان کودکان هستند. بسیاری از آنها از خدمات بهداشت نامحدودی برای درمان برخوردار هستند. در همین راستا رودی لوکامبا هماهنگ کننده بهداشت کمیته بین المللی صلیب سرخ در بورکینافاسو گفت مردم اغلب فکر می کنند که بچه ها چیزی ندیدند و هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده است که این چنین نیست. خدمات بهداشت روان در بورکینافاسو اغلب فقط برای شدیدترین موارد اختصاص داده شده است. بر اساس یک نظرسنجی سازمان ملل نشان می‌دهد که از هر 11 نفری که تحت تأثیر درگیری قرار گرفتند 10 نفر نشانه‌های تروما را نشان می‌دهند. کودکان در بورکینافاسو همچنین دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی اولیه را در مناطق آسیب دیده از جنگ از دست دادند. آژانس کودکان سازمان ملل گفته است که بسته شدن مدارس تقریباً 850,000 کودک را از دسترسی به آموزش محروم می کند. و اما خبر پایانی امشب، نوشیدنی های انرژیزا اغلب برای افرادی که می خواهند با خستگی مقابله کنند مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال تحقیقات جدید نشان می دهد که این نوشیدنی ها می توانند خطرات جدی را در پی داشته باشند. این نوشیدنی ها اغلب حاوی سطوح بالایی از قند و کافئین هستند. اکنون پزشکان هشدار دادند که مصرف این نوشیدنی ها ممکن است باعث ایجاد یک وضعیت تهدید کننده شود که نیاز به درمان فوری دارد. نوشیدنی های انرژیزا حاوی کافئین بین 80 تا 300 میلی گرم در هر وعده هستند، در حالی که در یک فنجان قهوه تنها 100 میلی گرم کافئین وجود دارد. بسیاری از آنها همچنین حاوی مواد اضافی دیگری مانند تورین و گوارانا هستند که تصور می شود ضربان قلب، فشار خون و سایر عملکردهای قلب را تغییر می دهد. گفتنی است این نوع نوشیدنی ها به طور بالقوه می توانند سیستم الکتریکی قلب را مختل کنند و خطر ریتم غیر طبیعی قلب آرتمی را افزایش دهند که منجر به عواقب شدید سلامتی مانند ایست قلبی و یا ایست قلبی ناگهانی می شود.